অত <laughs> অগt <laughs> بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بزرگ و بخشنده و مهربان همراهان خوب برنامه دریچه دانایی شاگردای عزیز سنف نهم سلام وقتتان بخیر امیدوار هستیم که حال همه شما عزیزان خوب باشه و درس گذشته ایتانه به خوبی خوانده باشین و یاد گرفته باشین خب شاگردای خوب در مبحث سیستم اطراحیه بودیم ابتدا بریم به مهمترین نکات درس گذشته یک گشاره ای داشته باشیم و بعد از او سیستم اطراحیه را انشالله امروز ما و شما به اتمام میرسانیم خب شاگردای خوب صنف نهم سوالات امروزی که من برای شما انتخاب کردم از نوع سوالات تشریحی است که به مهمترین نکات و سوالات درس گذشته اشاره داره شما سوال خوب با دقت گوش کنید و به چیزایی که یاد گرفتید در ذهن خود ایشالا که جواب درست بیتیم سوال اول کارتکس، مدولا، پرامید و پلویس را تعریف کنید پس ما و شما باید بریم و ساختار یک کلیه یا گرده را ما و شما بکشیم و به خاطر بیاریم که این چهار قسمت مربوط به کدام بخش های یک گرده میشه خب شاگردای خوب در جلسه گذشته من برای شما کشیدم و گفتم که هر گرده یا هر کلیه ما و شما به سه بخش تقسیم میشه این سه بخش شامل بخش قشری یا کارتکس بود که سوال ما به همین قسمت اشاره داشت بخش قشری یا کارتکس که به نام بخش خارجی هم یاد میشه بعدی بخش میانی یا چی بود؟ آفرین به شاگردهایی که درس گذشته را به خوبی به خاطر دارن بخش میانی ما و شما به نام مدولا یاد میشد بخش میانی یا مدولا خب بخش مرکزی که سفید رنگ بود به نام لگنچه گفتیم نام دیگر لگنچه چی بود؟ پلویس بود پس سوال امروز ما و شما سوال اول ای سه بخش از ما و شما پرسیده بود بخش کارتکس میگیم بخش خارجی یا قشری گرده رو میگن بخش مدولا همو بخش میانی هست و بخش مرکزی که لگنچه هست همو بخش پلویس هست اما پرامید چی بود؟ شاگردای خوب یادتان هست گفتیم در بخش میانی یک سری هرم هایی ما و شما میبینیم به نام چی یاد میشد این به نام پرامید گفتیم هرمها طوری در بخش پرامید قرار میگیرن که قاعده هرم ها به سمت بخش قشری یا کارتکس و رأس هرم به سمت بخش لگنچه یا پلویس بود چرا که از همین رأس هرم ها بود که توسط مجاری جمع کننده ادرار ادرار قطره قطره به داخل لگنچه میریخت و از ناف گرده توسط حالب خارج میشد و به یک بخشی به نام چی میرفت؟ مسانه خب این پاسخ سوال اول ماه شما هست سوال را ادامه میدیم سوال دوم حالب طول حالب چقدر است و جدار مسانه از چه نوع ای ساخته شده خب یادتان میاد که میزنای یا حالب چند سانتی متر طول داشت آفرین به اونایی که گفتن سی سانتی متر جدار مسانه هم نوع ازولش چی بود ازوله لشم آفرین ازوله لشم یا صاف سوال سوم نفران چیست؟ گفتیم واحد ساختمانی و وظیفوی گرده ها چی نام داره؟ نفرون نام داره خب روزانه هر نفرون در حدود یک الا سه لیتر ادرار میتونه تولید کنه که بستگی به مقدار مایعات مصرفی ما و شما داره سوال چهارم شبکه اول و دوم مویرگی در گرده ها در کجا قرار داره؟ این سوال و سوال بعدی که ساختار نفرون را گفته شرح بدین و مجددا به پای تخته بر می گردیم و برای شما جوابش میدیم که چه خواد بود خب شاگردای خوب دقت کنین گفتیم که هر نفرون شامل یک بخشی بود به این صورت که نفرون یک نفرون است هر گرده ما و شما یک میلیون نفرون داره هر نفرون شامل یک بخشی به نام کپسول بومن بود بعد لوله های پیچیده مجاور و بعد قسمت خمیده به نام لوله یوشکل یا لوله هنله و بعد لوله پیچیده دور و مجرای جمع کننده ادرار مجرای جمع کننده ادرار خب ای از ساختار یک نفرون اما شبکه اول و دوم مویرگی در کجا بود شبکه اولش به داخل کپسول بومن است توسط یک شریانی شریان آوران وارد میشه و داخل کپسول بومن شعبه شو شعبه و شاخ شاخه شاخه میشه مویرگ میشه به نام شبکه اول مویرگی اول مویرگی دوباره توسط یک شریان خارج میشه و به دور لوله های پیچیده دور و نزدیک پیچ و تاب میخوره چون در اطراف لوله هنله از بقیه بیشتر هست شبکه دوم مویرگی در اینجایه شبکه دوم مویرگی پس شبکه اول به داخل کپسول بومن بود و شبکه دوم مویرگی در اطراف لوله یوشکل یا لوله هنله بود خب شاگردای خوب امروز درس جدید ما شما شروع میکنیم میخوایم در رابطه با تشکیل ادرار صحبت کنیم که ادرار چگونه تشکیل میشه شامل چه ترکیباتی هست و چه موادی داره و چگونه و چگونه از داخل گرده ها خارج میشه دپای تخته شبکه اول مویرگی و شبکه دوم مویرگی را برای شما نشان دادیم شاگردای خوب دقت کنید که در شبکه اول مویرگی در جلسه گذشته هم برای شما تشریح کردم و به این نکته تاکید کردم که همه مواد به ها و کرویات خون از داخل شریان ها خارج میشه و وارد کپسول بومن میشه در شبکه دوم مویرگی یعنی همین سرم و پلازمای خونی که در کپسول بومن وارد شده و به داخل لوله پیچیده مجاور در حال حرکت است و به لوله این لک رسید حالا باید این مواد مابقی موادی که خارج شده اما ضروری هست برای بدن مجددا جذب بشه این مواد شامل آب یونها قند و آمینو اسیدها هستند شاگردای خوب دقت داشته باشید که آمینو اسید شما در سنفا و سالهای قبل خواندید که پروتئین ها از واحدهای های سازنده به نام آمینو اسیدها ها هستند پروتئین به داخل ادرار وارد نمیشه اما ممکنه که مولکول های سازنده اونها که بسیار کوچک و خرد هسته به نام آمینو اسید ها توسط پلازمای خون به داخل کپسول بومن رفته باشه خب این مواد از شبکه دوم مویرگی هست که جذب میشه پس این نکته خوب خوب باید شما تشخیص داده بتانید که در کپسول بومن مواد از داخل مویرگ های خونی خارج میشه و داخل کپسول بومن تراوش میکنه اما در داخل لوله هنله چون در بیرون شبکه دوم مویرگی قرار داره حالا موادی رو که خارج شده ولی بدن ما به اونا ضرورت داره مجددا از داخل لوله هنله گرفته میشه و به شبکه دوم مویرگی وارد میشه به این کار باز جذب هم گفته میشه جذب یک بار در سیستم حازمه بود در امعا که از داخل امعا وارد خون میشد در اینجا باز جذب یعنی مجددا اونا از خون خارج شده بود و داخل کپسول بومن رفته بود حالا در شبکه دوم مویرگی دوباره چی میشه باز جذب میشه پس در سوالات کنکور دقت کنید عمل جذب مربوط به سیستم حازمه بود اما اینجا باز جذب هست در شبکه دوم مویرگی که در اطراف لوله هنله یا یو شکل گرده ها بود عمل بازجذب صورت میگیره یعنی موادی که دوباره وارد ادرار شده بود اونها گرفته میشه و مجددا وارد خون میشه پس ما و شما انتظار داریم به داخل ادرار هیچ قند یا گلوکوزی نباید باشه هیچ پروتئینی نباید باشه بسیار جالبه که بدانید وقتی برای اولین بار مرض شکر یا دیابت دانشمندا کشف کردن به این صورت بود که میدیدن در اطراف ادرار بعضی از افراد مورچه جمع میشه خب دانشمندا به این فکر افتادن که به داخل ادرار ای افراد چی ترکیبی وجود داره که سبب جذب حشراتی مثل مورچه میشه و وقتی ادرار اینا را تجزیه کردن دیدن بله در ادرار ای افراد قند یا گلوکوز وجود داره اما افراد سالم قند یا گلوکوز دف نمی نمیکنن باز هم خدای ناخواسته اگر کسی به ناراحتی ها یا امراض گرده مبتلا باشه پروتئین به داخل ادرار اینها حضور داره که تشخیص پروتئین به داخل ادرار هم به این صورت هست که در لابراتوارها ادرار را به داخل یک لوله آزمایش میریزن و چند قطره تیزاب به داخل ادرار اضافه میکنه از تعامل بین تیزاب و پروتئین که یک لخته های سفید رنگی به داخل ادرار تشکیل میشه کسانی که در لابراتوارها کار میکنن متخصص های لابراتوار تشخیص میده که این ادرار حاوی پروتئین هسته و حتما دچار یک سری مشکلاتی وجود داره که این افراد ها یا گرده های اونها نتانیسته در شبکه دوم مویرگی خود عمل بازجذب پروتئین ها را به خوبی انجام بده خب شاگردای خوب ما و شما گفتیم که ادرار از چی موادی تشکیل شده حال ما و شما تا حدودی ترکیبات ادرار رو تشخیص میدیم پس به داخل ادرار نباید قند و آمینو اسید وجود داشته باشد بلکه موادی نظیر آمونیا یوریک اسید و یوریا املاح اضافی و آب هست از این املاح اضافی من یک مثالی برای شما بیارم شاگردا در انشالله در سنوف بالاتر میخوانید ویتامین ها دو نوع هستند یک گروه از ویتامین ها محلول در چربی ان و یک گروه از ویتامین ها محلول در آب هن. مثلا ویتامین های خانواده B و ویتامین C محلول در آب هن. یعنی خوردن زیاد اینها برای ما و شما خطر ساز نیست چون اضافی اونا به کمک ادرار چون محلول در آب هستند به کمک ادرار از بدن خارج میشه اما ویتامین هایی که محلول در چربی هن شامل ویتامین های ا ویتامین های کا ویتامین های دی و ویتامین های ای. چون در چربی حل میشن در بدن ما و شما رسوب میکنن دیگه از طریق ادرار خارج نمیشن خب اون باز در در بالا میخونین که باز تشکیل سنگ هایی را میده و امراض و مشکلات را برای ما و شما در جگر یا کبد ما به وجود میارن پس ما و شما در مصرف ویتامین های محلول در چربی باید دقت کافی داشته باشیم بیش از حد اونا را مصرف نکنیم اما ویتامین های محلول در آب که از خانواده ویتامین های سی و بی هست اشکالی ندارد چون به کمک ادرار از بدن خارج میشه. ما و شما امروز اختلالات گرده یا کلیه را میخوانیم. چند تا اختلال رایج یکی از فراوانترین اختلالات سنگ گرده است. شاید زیاد شنیده باشید که گرده بعضی ها سنگ هست و یا شنیده باشید که مثلا فلانی دچار ناراحتی های گرده هست یا گرده او سنگ دفع کرده و چیزهای مربوط به همین موضوع همون ما شما ببینیم که اصلا سنگ گرده چگونه به وجود می آید مسلم است زمانی که نفرون ها کار خود به خوبی و به حالت نرمال و طبیعی انجام ندن یعنی مواد اضافی و فاضله را به طور مناسب و کافی نتانه از خون جدا کنه و با ادرار از بدن دفع کنه این مواد اضافی به داخل نفرون ها باقی میمونه و یا از داخل نفرون ها خود به داخل لگنچه میرسانه و در داخل لگنچه باقی میمونه و تشکیل سنگ های گرده را میده ما و شما ممکن مبتلا افرادی رو شنیده باشیم که مبتلا به سنگ مسانه باشه اما امروز ما و شما در رابطه با سنگ گرده صحبت میکنیم خب یک سری موادی هست مانند کلسیم، مگنزیم و یوریک اسیده که این سه ماده اگر از نفران ما و شما دف نشه به داخل لگنچه باقی میمانه و در لگنچه رسوب میکنه و تشکیل سنگ میده خب افرادی که گرده های اونا سنگ ساز هسته به کمک آزمایشات و معاینات لابراتواری به کمک معاینات ادراری خب این نمونه یا قطره ای از اینا به نمونه تهیه میشه به صورت لام و لامل یا اسلاید و به زیر مایکروسکوپ ها مشاهده میشه اینا دارای یک سری کریستال ها هستند یعنی یک سری خورده سنگ های بسیار بسیار ریزی که با چشم دیده نمیشن خب در لابراتوار ها متخصص ها ای کریستال هایی را که تشخیص دادن اینها را نام کریستال در پایین کاغذ یا ورق آزمایش می و دکتر سایبا با توجه به نوع تشخیص لابراتوارها برای از این مریضا دارو می گاهی گای وقتا این گرده ها سنگ های کلانی را داره که باز چند اسلاید بعدی اینا رو میخوانیم این سنگ ها به لابراتوارها ارسال میشه این سنگ ها را اونا تجزیه میکنه و ساختمان سنگ ها را تشخیص میده و راپورش به دکتر صاحبا میده و دکتر صاحبا بر اساس نوع سنگ ها هم دارو و هم رژیم غذایی بیمار خوده تشخیص میده و توصیه میکنه مثلا اگر نوع ای سنگ ها اگزالات کلسیم باشه خب این افراد از مصرف لبنیات تا حدود من میشه اینها باید شیر و لبنیات و دوغ و ماست اینها را کمتر استفاده بکنند خب علاوه بر اینکه که این عوامل در بروز سنگ گرده نقش داره شرایط آب و هوایی نوع غذا و آب مصرفی هم در بروز سنگ های گرده موثره کسانی که در مناطق گرم زندگی میکنه و عمل عرق یا تحریق زیادی را انجام میده آب بدن اینها کم میشه اینا باید آب زیادی مصرف کنه تا این یونهای کلسیم و مگنزیم و یوریک اسید به کمک ادرار تولید شده از داخل نفرونها خارج بشه و از داخل لگنچه به کمک ادرارهای زیاد به میزنای و از اونجا به مسانه و از بدن دفع شود. اگر آب کمی را استفاده بکنیم این مواد در دا داخل لگنچه رسوب میکنه. خب سوال پیش میاد ما و شما در یک روز چه قسم مایعات باید مصرف کنیم کم كم کم ما و شما باید دو لیتر آب در یک روز بنوشیم که میگیم حدودا هشت گلاس آب میشه نه که این هشت گلاس در یک جایی باشه در طول روز ما و شما باید حتما این مقدار آب مصرف کنیم باز فراموش نکنیم که در فصلهای گرم سال مانند تابستانها که هوا به شدت گرم میشه ما چون عرق میکنیم مقداری از آب بدن ما هم به کمک عرق از بدن خارج میشه پس ما و شما باید به مصرف مایعات بدن خودمان توجه کافی داشته باشیم بیماری یا مرض یا اختلال بعدی گرده ها التهاب نفرون ها هست که به نام نفریت یاد میشه شاگرده خوب دقت کنید کلمه نفرون اگر یک ایت به او اضافه بشه به نام نفریته و التهاب نامیده میشه خب زمانی که این نفران های ما و شما دچار التهاب بشن کی دچار التهاب میشن ما و شما در گذشته به یک مرضی مبتلا شدیم مثلا گلو درد گرفتیم داروها و آنتی بیوتیک های خودمون خوب مصرف نکردیم دوره درمان کامل نکردیم یک روز دو روز که دارو رو خوردیم خوب شدیم ما بقیه دارو رو دیگه دور میریزیم و استفاده نمی کنیم این باعث میشه که زهر این میکروب باق در بدن ما و شما باقی بمانه و به نفرون ها آسیب برسانه پس ما و شما باید نسبت به درمان بیماری ها و کامل کردن دوره درمان دقت کافی را داشته باشیم خب زهر این میکروب ها میتونه بیایه و به نفران ها صدمه بزنه و زمانی که نفران ها آسیب دیدن مواد اضافی در خون چی میشه؟ انباشته میشه و حتی ممکنه قلب و مغز ما و شما را هم درگیر بکنم حالا نفرود... نفریت ها به دو صورت هست حاد و مزمن حاد یعنی بسیار شدید و ناگهانی مزمن یعنی همیشه یک دردی را دارند. که همه از اینا به کمک ماینات تلویزیونی سونوگرافی و ماینات لابراتواری به کمک یکدیگر قابل تشخیص و ما و شما باید اینا را به موقع تشخیص بدیم که این دیگه کار دکتر سایبا است هم در رژیم غذایی هم در میزان مصرف مایات و هم در درمان امراض گذشته و مصرف داروها باید توجه و دقت کافی را داشته باشیم تا خدای ناخواسته مبتلا به اختلالات گرده نشویم که گرده یکی از مهمترین اعضای بدن ما و شما هست خب راه های تداوی امراض گرده سنگ گرده رایشترین بیماری گرده ها هست در گذشته چه کار میکردن؟ طی عمل یا عملیات جراحی گرده هاش شق می شدن یعنی برش داده میشدن و این سنگ ها خارج میشدند. خب این عمل هم یک عمل زمانبر بود هم هزینه بر بود و هم با توجه به اینکه که بهداشت یا صحت سطح پایینی در یک جامعه قرار داشت عوارض پس از عمل جراحی بسیار بسیار, بسیار بالا بود اما امروزه چی میکنن امروزه ابتدا به کمک معاینات لابراتواری تشخیص داده میشه که این افراد دچار سنگ گرده پس از اون معاینات سونوگرافی یا معاینات تلویزیونی میآید و این سنگ ها را اندازه میگیره اگر این سنگ ها بسیار بزرگ نشده باشه و موقع تشخیص داده باشه توسط دستگاه های سنگ شکن یا لیزرها این سنگ ها شکسته میشه بدون از اینکه کلیه یا گرده های ما و شما برش داده بشه خب این سنگ تحت عملیات به وسیله دستگاه سنگ شکن این سنگ ها خرد میشه رز میشه و با مصرف مایعات زیاد تحرک زیاد و به اصطلاح پیاده روی زیاد این سنگ ها خارج میشه امروزه این کار به کمک دستگاه های پیشرفته سنگشکن و اشععه های فراسود انجام میدن. یکی از خطرناکترین بیماری ها یعنی زمانی که دیگر گرده ها از کار افتادن ما به یک بیماری میرسیم یا نیاز به یک درمانی به نام دیالیز پیدا میکنیم. اما دیالیز چی هست؟ دیالیز یک دستگاه هست. یک سامانالات پزشکی، طبی و یک دستگاهی است که کار یک گرده را انجام میده به عبارت دیالیز یک گرده مصنوعی هست خب علت خراب شدن گرده ها که حد هر امراض و هر مشکل ما ابتدا باید علت پیدا کنیم ما شما میدانیم که به هر دلیلی مواد اضافی در خون انباشته شود، گرده ها چی میشه آسیب میبینه این عوامل میتونه مسمومیت های خونی باشه میتونه حساسیت به آنتی بیوتیک ها باشه یعنی مصرف خودسرانه داروها یا کاهش ناگهانی فشار خون باشه زمانی که فشار خون کم باشه و مقدار خونی که جریان پیدا میکنه به داخل نفرون ها و گردها ها کم باشه در نتیجه این مواد فاضله از داخل شریان آورانی که به کپسول بومن آمده بود فشار کم مواد کمتر تراوش میکنه به داخل کپسول بومن خب در نتیجه وقتی مواد کمتر تراوش پیدا کرد در شبکه دوم مویرگی عمل بازجذب کمتری صورت میگیره یعنی مواد فاضله انباشته میشه به داخل خون و به مرور زمان گرده ها را از کار میندازه اگر یک فرد دو الا سه روز متوالی و پشت سر هم مواد اضافه در خونش انباشته بشه مرگ این فرد بسیار بسیار قطعی خواهد بود خب خدای ناخواسته اگر کسی مبتلا بشه به از کار افتادگی گرده ها ناچارن باید از دستگاه دیالیز استفاده بکنه که در هفته حداقل دو الا سه بار باید این افراد مراجعه بکنه به شفاخانه ها و به زیر دستگاه دیالیز قرار بگیره و خون این افراد توسط دستگاه دیالیز تصفیه شود. خب یک سوال پیش میاد که آیا اگر یک گرده هم از کار افتاد ما به دیالیز ضرورت داریم میگیم نه او گرده دیگه این کار گرده ای آسیب دیده را انجام میدن اما او گرده هم آسیب میبینه چون بار کاری که انجام میده دو برابر شده پس ما و شما در نگهداری و مراقبت از گرده ها باید توجه بسیار زیادی را داشته باشید این هم یک دستگاه دیالیز هست که این دستگاه یک کلیه یا گرده ای را که به اندازه یک مشت بسته ما و شما هست انجام میده پس ما و شما به اهمیت مراقبت از گرده ها باید رسیده باشیم شاگردای خوب من آخرین راه درمان گرده ها که به عنوان بخش پایانی درس امروز ما و شما هم هست پیوند گرده ها هست یعنی زمانی که یک گرده یا هر دو گرده دیگه کامل از کار افتاد و دستگاه دیالیزی هم در دسترس نباشه یا پاسخگو نباشه اون زمان هست که نیاز به پیوند گرده پیدا میکنیم فراموش نکنید شاگردای خوب که پیوند گرده ها یک عملیات بسیار هزینه بر و زمانبر هست به خاطر ای که یک عضو از بدن خارج میشه و یک عضو خارجی دیگه به جای از این عضو بدن ما و شما پیوند داده میشه ای که آیا بدن ما و شما این عضو جدید بپذیره یا این عضو جدید یک عامل خارجی یک میکروب تصور بکنه و سیستم دفاعی بدن ما و شما فعال بشه و به این پیوند پس بزنه اینا از واقعیت هایی هست که در عمل پیوند گرده ها وجود داره خب باید از لحاظ گروپ خونی از لحاظ خواص و ویژگی های جنتیکی مورد بررسی قرار بگیره تا دو نفر که کاملا از این ویژگی ها یه خونی به هم شبیه هستند و نزدیک هستند، پیوند یا تبادل گرده ها بین اینا انجام بشه و یک گرده سالم را از یک فرد سالم استخراج شود به یک فرد بیمار پیوند داده بشه این دیگه آخرین راه درمان اختلالات گرده است اما این هم برای خودش یک زمانی را داره که اگر از این بازی زمانی گذشت دیگه این پیوند یا این پذیرش این گرده توسط بدن ما و شما انجام نمیشه خب شاگردای خوب درس امروز ما به پایان رسید انشالله که چیزای خوب و زیادی را یاد گرفته باشید پس ما و شما قدر سلامتی خودمان بدانیم که بزرگترین و سرمایه ما و شما در زندگی سلامتی است خب درستان خوب بخوانید تا جلسه بعدی همه شما شاگردای خوبه به خدای بزرگ و مهربان میسپارم خدایا رو نگهدار شما